دوستان عزیز، تولد عیسی مبارک باشه. امروز دوباره درباره عمل کردن در ایمان صحبت میکنیم و این قسمت 24 رو این کیه؟ این کیه که دائما روز و شب نزد خداوند برادران و خواهران عزیزم رو در مسیح محکوم میکنه؟ این شیطونه. شیطون در باره عزیزان من در مسیح بد میگه و میخواهد آنها را بین همدیگر به خودشون، به آنها بی ارزش نشان بده. شیطان از یک طرف نزد خدا ما رو محکوم میکنه، از ما بد میگه، از طرف دیگه در بین خودمون به وسیله وجدان بشری ما ما رو محکوم میکنه، به ما حمله میکنه تا ما رو محکوم کنه، بیارزش کنه، خطاکار نشون بده. ابلیس خیلی حق بازه. شیطون گول میزنه، شیطون وسوسه میکنه و این وجدان بشری من تو خیلی لطیفه، درباره خودمون قضاوت میکنه و باعث میشه که برادران و خواهران در مسیر رو هم قضاوت کنیم، نه تنها خودمون رو قضاوت کنیم، آنها را نیز قضاوت کنیم. این حقه شیطونه. وقتی که به خودمون شک میکنیم دیگه نمیتونیم در مقابل ابلیس از خودمون دفاع کنیم. این نقشه شیطونه. حقه شیطون اینه که من و شما در مسیح خودمون رو در ضعف ببینیم، در شکست ببینیم، کمبودی داشته باشیم و خود را در حقارت و کوچکی استفاده کنیم. طور دیگه نبینیم و بنابراین نتوانیم از خود دفاع کنیم. وقتی شیطان ما رو به نقطه ضعف و اندوه وارد میکنه که دیگه خود را
در ارزش و بزرگی مسیح نگاه نکنیم، فکر ما دیگه منطقی نگاه نمی کنه. در اون موقع فکر میکنیم که چقدر ضعیف هستیم. ممکنه با خودمون بگیم من چه آدم بدبختی هستم، چه آدم بی خودی هستم، من برای هیچ کار خوب نیستم و خدا هرگز نمیتواند از من استفاده کند. خدا هیچ کاری با من نمیتونه بکنه، من لیاقتشو ندارم. عزیزان من، به خود منم میگم، میدونید چرا ما اینطوری فکر میکنیم؟ میدونید چرا اینطوری فکر میکنیم؟ چون که من و تو اجازه داده ایم که راجب به خودمون و در وجدان انسانی خودمون حرفهای دروغ شیطان رو باور کنیم، حقه شیطان رو خورده ایم و حرفهای رکیک او رو باور کرده ایم. وقتی که من و شما میگم یا میگیم خدا هیچ کاری به وسیله من نمیتونه بکنه، برای اینکه من یک آدم بی خودی هستم، در اون موقع شیطان پیروز شده است. و عزیز دلم، تو جنگ را باخته ای. وجدان بشری عضو بسیار مهم و لطیفی است، و اگر تو و اگر من همیشه به او بگیم که من خوب نیستم، من شایسته نیستم، من حقیر پرتقصیر، این تواضع نیست. من چقدر در زندگیم فکر کردم این تواضع است. فکر کردم هرچی خودم رو بکوبم، هرچی پایین تر بیارم، این تواضعی برای نشون میده. نه، اینطور نیست. این مفید نیست، این سالم نیست، این متواضع بودن نیست. البته گناه رو باید به خداوند گفت، همه گناهکار هست. البته از گناه باید حذر کرد، توبه کرد، و خداوند رحیم است و 100% می‌بخشد. من فکر می‌کردم و شاید هنوز هم ناخودآگاه فکر می‌کنم اشتباه کردم، گناه کردم. و به این خیلی تأکید میکنم، عزیزم، خون مسیح خیلی ارزش داره، خیلی مهمه، خیلی برای ما ایمانداران کار کرده. خاطر بیار خون مسیح رو و من و شما بگیم، ای مسیح،
به خاطر کاری که در جل جدا کردی، خون پاک تو رو مرا آزاد کرد، با خداوند آشتی داد و به خاطر خون تو من از هر گزندی آزادم. گناه من و تو عزیزم خون مسیح رو احتیاج داره و خون پاک مسیح داده شده تا من و تو رو آزاد کنه از گناه، از مرض و در خاتمه از مرگ. شیطان محکوم میکنه و نمیخواد، دوست نداره که تو خون مسیح رو ببینی، به یاد بیاری و در اون زمانهایی که در عمق تاریکی خجالت گناه به خاطر وجدان انسانیت شیطان تو رو محکوم میکنه، ممکن است فراموش کنی که خون مسیح برای تو داده شده است، فراموش میکنی که در ملکوت آسمان زندگی میکنی. عزیز دلم، بدون خون مسیح پیروزی نیست، بدون خون مسیح نمیتوانی به قدوس قدوس مکان خیلی 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 مقدس وارد شی. نمیتونی به جلال خداوندی وارد گردی. دوست من، عزیز دلم، برادران و خواهرانت در مسیح از هر فرقه ای که هستن قضاوت نکن، قضاوت نکن، حتی اگر وجدان آنها، دهان آنها، آنها را مقصر می کند، نکن، نکن، مقصر نکن عزیزم، قضاوت نکن. توجه به دروغ‌های شیطان در باره خودت و در باره برادران و خواهرانت از هر فرقه‌ای که هستند نکن. خون عیسی خیلی پربهاست. به عیسی توجه کن، کار بزرگی که برای تو کرده است به او تکیه کن. خداوند دروغ شیطان رو میدونه، هر چه قدم که به نزد خدا بره از من و تو بد بگه، برای اینکه خود مسیح برای ما میانجیگری کرده و میکند. برادران من، خداوند این هدیه رو به من داده
که من درد کلیسا رو میدونم، میان برادران و خواهران عزیزم. حقارت میدونم چیه، قضاوت کردن میدونم چیه. هر کدوم ما رو در مسیح خداوند برای نقشه مخصوصی در ملکوت آسمانیش استفاده میکند. دروغ شیطان رو در مقابل خودت، در باره خودت و حتی در باره برادران و خواهران در مسیح که با تو فرق دارن نخور. و همونطور که خداوند مچ شیطان رو باز کرده است و میداند، تو هم این حقیقت را بدان. من و تو همیشه به خون مسیح احتیاج داریم و خون مسیح برای ما داده شده است. ولی شیطان محکوم میکنه و نمیخواد ما برادران و خواهران در مسیح آن را به یاد بیاوریم. در خاتمه عزیزم، به تو اینو میخوام یاد بدم. 20 سال طول کشید تا من این را مزه مزه کنم، متوجه بشم. باید به قدرت های تاریکی بگی که در مسیح پیروز هستی و در پادشاهی شاه شاهان مسیح زندگی میکنی. به ابلیس بگو که او شکست خورده است و خون پربهای مسیح برای تو داده شده است. خون مسیح برای تو داده شده است. آمین، آمین، آمین. مسیح جون، تو رو شکر برای کار بزرگی که برای ما کردی، برای این که منو بخشیدی و من برای همیشه در ملکوت تو زندگی می کنم و زندگی خواهم کرد. نه به خاطر اینکه من خیلی خوب هستم، ولی در تو خوب شدم. این معجزه تو در منه. حتی اگر برادران و خواهرانم در مسیح آن را ببینند یا نبینند، معجزه مسیح رو در زندگی خودت ببین و به حرفهای دروغ شیطان توجه
توجه نکن. آمین.